سلام، امروز اومدیم سراغ یه نفر که میدونم پرسپولیسی ها خیلی دوست دارن، خیلی حال میکنن باش، مونم تو این شرایطی که بحث واگذاری باشگاه و اینا هستش. خیلی منتظرم ببینن تو مزایده سوم باشگاه پرسپولیس تو تاریخ 9 اردیبهشت ماه چه اتفاقی میفته. یه گروهی اومدن میگن ما میگیریم، پشیمون شدن نیومدن. یه گروه دیگه میگن ما نمیگیریم، ولی همه میگن که آقا اینجوری ها نیست و میان تو مزایده شرکت میکنن و مدعی هستن. اما تنها کسی که روز اول اومد گفت من پرسپولیس رو میخوام، پای موضوعم وایساد، هنوزم میگه من عاشقانه دنبال پرسپولیس هم میخوام بگیرم، کسی نیست جز حسین هدایتی. صدام گرفت، خیلی پشت سر هم گفتم. کسی نیست جز حسین هدایتی. حسین هدایتی الان دنبال اینه که پرسپولیس رو بگیره، یه سری برنامه های خاص داره، میخواد یه کارهای عجیب غریب برای پرسپولیس بکنه. و جالب این که اولین بار از طریق تی وی پلاس داره اعلام میکنه که توی مزایده 9 اردیبهشت شرکت میکنه تا باشگاه رو داشته باشه. بدون حرف پیش قرار شده یه مصاحبه سبک زندگی هم بگیریم، ببینیم حمید فراوانی دست از سر ما بر میداره یا نه. با ما باشید، بریم ببینیم چه خبره دیگه، ببینیم حسین هدایتی چی برای گفتن داره. خیلی داستان شده ماجرا پرسپولیس دیگه، حتما خودتون میدونین و خوندین و شنیدین و دیدین. بعدم این که همه این داستانا، حاشیه ها، صحبت هایی که به وجود میاد پیرامون یه نفر دیگه، یعنی بقیه میگن آقا فلانی اومد انصراف داد، هی داستان این شکلیه. اما کلا یک نفر رو داریم که از اول به قول معروف، به قول خودش، پای کار بوده و عاشق بوده و هواداره پرسپولیس هم خیلی دوست دارن که بیا. اونجور که ما شنیدیم و قرار بود قبل از مصاحبه چیزی نگیم، آقای هدایتی توی مزایده 9 اردیبهشت شرکت کرده و این میتونه یه خبر خوب برای هواداره پرسپولیس باشه. همونجایی که همه دوست ندارن موجی خیلی صحبت کنن، من دیگه ادامه نمیدم و ترجیح میدم که حاج آقا خودشون بهتون بگن که چی شد. حاج آقا این شما، اینن مردم، بفرمایید. من سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از همه شما که به من توجه دارید. مرسی. به عنوان یک فردی که مدعی پرسپولیسیه و به عنوان یک هوادار عاشق همیشه تو این سالهای اخیر پای کار تیم بوده، فقط میتونم بگم اگه قابل باشم و هوادارهای عزیز بپذیرن، به عنوان یک عاشق پای کار بودم. این آمدن و رفتن ها هم به مصالح و به دلایلی گاهی بوده که اگه بخوام یه روزی این مصالح رو بگم، فکر میکنم حواشیش مشکلاتی ایجاد میکنه. به همین دلیل میگم آقا فراموش کنید هواشی رو و به آینده روشن فکر کنید. و بله، بنده به عنوان یک هوادار عاشق از یکی از شرکت ها میخواستم در مزایده شرکت بکنن، پاکت رو هم فرما رو پر کردن، مبلغ رو واریز کردن، دادین پاکت رو پیش پرداخت واریز شده، ولی تا ظهر سه‌شنبه قانونا ما فرصت داریم. به همین دلیل نگه داشتیم که ظهر سه‌شنبه نمایندمون پاکت رو میبره و اون فیش پرداختی رو میبره، تقدیم خصوصی سازی میکنه. اونا که گفتین نمیتونم بگم چی هست؟ دیگه حالا خراشه به گذشته بر نگردیم، سعی کنیم بیشتر به آینده. آخه خیلی داستان راجع به شما درست شده آقای هدایتی، یعنی این اومدن و رفتن تو پرسپولیس و این حرف و حدیثایی که بود خیلی طولانی شد، قبول دارین؟ ببینید بعد سال 86 که من پرسپولیس افتخار حضور رو داشتم، خودم اومدم کنار، یعنی فکر کردم که واگذاری اتفاق نمیافته، چون در اون دولت دهم هم بحث واگذاری مطرح بود، 9 و 10، ولی این توفیق رو نداشتم، اومدم کنار. گفتیم آقا قرار نیست ما فقط پول خرج کنیم، اگه قرار پول خرج کنیم تو خونمون هم بشینیم، تو دفتر کارمون هم باشیم، میتونیم کمک کنیم، دلیلی بر حضور نیست. مجددا سال گذشته در دولت 11 بحث خصوصی سازی مطرح شد، گفتن آقا بیایید کمک کنید، اومدیم، نخواستن رفتیم. یه مرحله هم اخیر بود که نیم فصل که پرداختایی داشتیم، تقاضا شد بیا کمک، رفتیم. یه روز دیدیم مدیران مجددا به کار برگشتند و دوستان برگشتند به کار، گفتن آقا نیاز نداریم. باز گفتیم خداحافظ شما، هر وقت نیاز باشه پای کاری، من وقتم نیاز نباشه دعاگو هستیم و تیم رو تشویق میکنیم.
اما حالا که دیگه بحث واگذاریه یه بحث دیگه است. نه شما دیگه آماده این دیگه دیگه مسلم با توجه به اینکه مطمئنم حواشی برای ما داره و عوارضی داره، هیاهویی داره، اما من احساس میکنم حضور مجموعه ما در واگذاری در این خرید اگر برنده شدیم، پیروز شدیم، این رو به مثابه این قلم داد کنید که این پول برای میلیون ها نفر برای ایجاد شادی و نشاط برای میلیون ها نفر پرداخت میشه. چون گاهی از من سوال میکنه آقا برای چی 290 تا پول رو آدم بده برای فوتبالی که درآمدزا نیست؟ میگیم آقا بالاخره این انرژی و پتانسیل جوان که با ارزشترین سرمایه ملی این کشور هم همین جواناش هستن، خب یه جا یه کسی باید بیاد این فداکاری رو بکنه. البته صرف فداکاری هم نیست، چون به هر حال این خرید و این فوتبال در این کشور استعداد و پتانسیل درآمدزایی هم داره که انشالله اگر پیروز شدیم و برنامه هامون رو ارائه کردیم، مطمئن هستیم این پول رو هم به کمک همین مردم و جوونا و هوادارا انشالله میگه. من اگه برنامه نداشتم این دیوانگیست که فقط صرف کار فرهنگی بیای یه بودجه ای رو بذاری. این کار فرهنگی ورزشی یقینا پشتش برنامه اقتصادی هم هست و فوتبال ایران رو چه بسا متحول کنه. چون همیشه میگفتن خصوصی‌سازی چرا نمیرید سراغ باشگاه‌های کوچیک اول؟ اتفاقا از باشگاه‌های بزرگ باید شروع کرد، چون استعداد و پتانسیلی که در باشگاه‌های بزرگ برای درآمدزایی هست در باشگاه‌های کوچیک نیست. شما تا الانم برای پرسپولیس هزینه کردین، چیزی آیدتون نشده؟ یعنی از لحاظ مالی قطعا شما درآمدی نداشتین و فقط هزینه کردین؟ خیلی چیز آید من شده که شما خبر ندارید. گفتم مالی فقط هزینه کردین؟ مالی نداره، واقعا نداره. میدونم دیگران هم شاید باور نکنن که مادی چه سودی برای من داره. بعضی سالهای اول میگفتن آقا برای شهرت طلبیه، که من بارها اینو گفتم بابا شهرت برای آدم اقتصادی سمه و تو تیر رس قرار گرفتن سمه و اینجا مکان ما، کشور ما اینطور نیست که یه آدم اقتصادی بیاد رو آنتن به نفعش باشه، بلکه به ضرر اوه. مخصوصا مگه بخواد خدای نکرده تو بخشای اقتصادی حواشی هم داشته باشه. اما به لطف خدا مجموعه ما مجموعه سلامتیه، داره تلاش میکنه، 36 سال داره کار اقتصادی میکنیم. 36 سال کم عمری نی. خیلی از این جوانای پرشور امروز پرسپولیسی، شما چند سالتونه که 36 سال این کار اقتصادی؟ من 51 سالم امروز، اما قرار نبود سنم رو بپرسی. ماشاءالله 14 سالگی وارد بازار. همه بچه محله‌ی من شاهدن که من شاید 35 6 سال پیش اول هنرستان صنعتی شماره 6 که درس می‌خوندم یه مغازه‌ای داشتیم، نه محلمون دولاب منطقه جنوب شهر تهران، بله اونجا تو خیابون آهنگ معروف بود که الان اتوبان شهید معلاتیه، یه مغازه‌ای و تعدادی کارگری داشتم و کار میکردیم با هم، خرج تحصیلمون رو در میآوردیم که مفصل در حوصله این جلسه و این برنامه نیست.